بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشید. امروز تا ساعت 3 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا، واشنگتن و نیویورک با شما هستم. 3 بعد از ظهر که میشه 9 شب آلمان با آقای یزدان خداوندرو هستیم و قرار شده که بحثی رو با هم داشته باشیم، چون ایشون اوائلی که با من آشنا شدن اصلا موضوع آشنای ما این بود که ایشون گله میکرد که چرا ما نمیذاریم دوستانمون روی فیسبوک آزاد باشن و هر چی که دلشون میخواد بنویسن و هر کجا که دلشون میخواد اون رو نصب کنن. حالا جالبه که دیروز من دیدم خود ایشون هم به این نتیجه رسیده که آزادی هم باید حد و مرزی داشته باشه و برای هر بازی قانون بازی لازم. خب دوستان که روی فیسبوک هستید لطف کنید همون زیر این ویدیو اونجایی که نوشته شیر، شیر کنید با دوستانتون تا اونها هم بیان احتمالاً یا از برنامه ها لذت ببرن یا اگر مخالف هستن انتقاد کنن. این از این ماجرا. امروز 17 آگست هست سال 2016 میلادی و برابر است با 27 مرداد. یک ماه بیشتر از تابستون باقی نمونده، ماه شهریور، و بچه ها دوباره باید به مدرسه برگردن. در آمریکا خیلی از مدرسه ها به اصطلاح باز شده یا با هفته های مختلفی اینجا باز میکنن، همشون با هم تعطیل نمیشن، همشون هم با هم شروع کنن. دلیل های به خصوصی هم دارن، یکشون ماجرای هوای هر جایی فرق میکنه، یکش ماجرای این اتوبوس ها و اینها هست که اینها بچه ها رو مدرسه میبرن، اینها میخوان با برنامه باشه. در هر صورت برنامه خودشونه دیگه، کشور خودشونه، ما از این لحاظ نباید نق بزنیم. گفتم خدمتتون که آقای یزدان خداوندلو با شما خواهند بود 3 بعد از ظهر و آقای پرویز مینوی 5 بعد از ظهر از تگزاس. فعلا واشنگتن هستیم، بعد میریم آلمان اون ور اقیانوس، بعد برمیگردیم دوباره این ور آب میریم تگزاس و این میشه مثل این آقای شهرام امیری، مثل که من گفتم شهرام احمدی، ضمن اینکه شهرام احمدی رو هم اعدام کردن. البته ما یه دوستی هم داریم شهرام احمدی، چند مدت هم هست ازش بی خبر هستیم. در صورت شهرام امیری اگه یادتون باشه کسی بود که آمریکا به اصطلاح ایشون رو به عنوان متخصص اتمی و اینها آورده بود، بعد فهمیده بودن که اصلا این چیزایی که این میگه بی خوده. بعد حتی بعضی ها میگن که آمریکا متوجه شده که اینها رودست خوردن از آخوندا و آخوندا سالها بوده که یه چند تا لپتاپ و اینها رو یه جوری این ورانور قایم میکردن که الک همینجوری عمدن دزدیده بشه، گم بشه، بعد اینا فکر کنن چیزای جالبی به دستشون رسیده. میگم گویا برای مدتی هم آمریکا رو سر کار گذاشته بودن، بعد آمریکا میفهمه این چیزایی که گذاشتن اونجا مال سالهای 1990 هست و مربوط به به اصطلاح فعالیت‌های اتمی کره شمالی هست. من نمیدونم واقعا این سیاستمدارا چجوری خودشون رو اول سر کار میذارن، بعد مردم رو سر کار میذارن، مسخره میکنن، به امید روزی که واقعا دنیا از شر اینها خلاص بشه. درصد برگردیم به این ماجرای شهرام امیری، این بار اشتباه نکنم. این آقا میره عربستان، از عربستان میره به سفارت آمریکا، سفارت آمریکا ترتیبی براش میده که بلند شه بیاد اینجا، اینجا براش به اصطلاح اسم دروغی، شناسنامه دروغی درست میکنه، این کار رو FBI انجام میده برای اونایی که باش همکاری میکنن اینها. بعد از مدتی گویا به ایشون قرار بوده 5 میلیون یا 10 میلیون بدن، ندادن. ایشون هم فیلش هوس هندوستان کرده و زنگ زده به خانمش و فلان اینا، خلاصه برمیگرده با سلام و صلوات با افتخار ایران. اینکه گفتم ما حالا اینجا هستیم، بعد میریم آلمان، بعد میایم تگزاس، این مأمور سه جانبه، حتما تو حالا شنیده بودید مأمور دو جانبه، یکی میبینید مأمور جاسوسه یه جانبه است از طرف کشوری که به اصطلاح
دوست داره باشون کار کنه، جاسوس هست یه جای دیگه و سالها این کار انجام میده. یکی میبینید مأمور دو جانبه است، وقتی جاسوس میشه به اون کشورم میگه که من جاسوس اونها هستم، خلاصه یه سری هم خبرها از این به اونها میده و دوتاشون رو سر کار میذاره. این آقای شهرام احمدی برای اولین شهرام امیری برای اولین بار بود که من مأمور سه جانبه شنیدم. گویا میگن که وقتی که آمده آمریکا و آمریکا فهمیده اینجوری و این رفته ایران، بعد گفته خب اینا از من این اطلاعاتو میخواستن، یه مقداری وارد شده دوباره تماس گرفته با آمریکا و میخواسته اون اطلاعات رو بده، برسیم به زمانی که خانم هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا بوده. و خلاصه درسته که دولت ملاها به آقای امیری 10 سال زندانی داده بوده، ولی بخت سیاه این بخت برگشته ذلیل مرده این ایمیل های خانم هیلری کلینتون که در به در شدن توی ویکی‌پدیا میاد بیرون و ایرانی ها میشینن دوباره نگاه میکنن میبینن نه آقا، این آقای شهرام امیری نه قهرمان ملی نه چیزی، یه آدم دروغگویی هست و دنبال پول و اینها، و امکان داره که چیزهای امنیتی ایران رو به آمریکا داده باشه. که بلافاصله این سوال پیش میاد، آخه آخوندا ملاها، اگه شما میگید ما دنبال بمب اتم و اینها نبودیم و نیستیم، دیگه چه چیز محرمانه‌ای در رابطه با چیزای اتمی دارید؟ حالا یا نیروگاه یا برنامه‌های اتمی. تازه این آقا اصلا کاری به رشته‌های اتمی اینا نداشته. خلاصه به وضع فجیعی هم بنده خدا میگن زنش و مادرش اینا بیان زندان. وقتی میان اون آقا میگه که میدونید چرا گفتن شما بیاین؟ مادرش میگه نه دیگه اومدیم ملاقات. میگه نه، این ملاقات آخره، و گویا اعدامش میکنن و فردا جنازه رو تحویل میدن. و اما وقتی که دوستان به من گفتن آقا اشتباهی شما گفتی شهرام احمدی، من رفتم گفتم والا نوشته بودن شهرام احمدی اعدام شد و من میدونستم کیه. رفتم نگاه کردم دیدم بله، یه شهرام احمدی هم که اهل سنندج هست اعدام شده، اونم بنده خدا گفتن محارب با خدا و اسلام و اینها، که بعد ایشون میگه آقا محارب کسی هست که اسلحه به دست بگیره بیاد بجنگه، من چیکار کردم؟ من یه مقداری اعتراض کردم و اینها. ولی یه چیزی جالبه دوستان، گور پدر این آخوندا، اینقدر از زندانا میگیم، اون روزم راجع به آقای زعیم گفتیم که اساسنامه مینویسن، فراخوان مینویسن، راجع به زندانیایی گفتیم که از سازمان مجاهدین از نشستشون، که حالا من نمیدونم ببخشید این کلمه نشست بعضی وقتا به عنوان گرد هماییه، بعضی وقتا میگن طرف مثلا نشستش دیگه در رفته، یعنی چی بگم، که من نمیدونم حاصل این نشست های مجاهدین هم چی بوده، این همه سال اینها دارن نشست میذارن. اجازه بدید من این برنامه رو چک کنم ببینم ویدیوی ما هم ضبط بشه هم ببینم برنامه‌مون داره پخش میشه، چون ما اینجا یک تعمیر اجباری گردنمون افتاد، حدود 200 خورده هم خرج کردیم و آوردن روتور اون چیزی که میچرخه توی رشته برق، ما خونده بودیم استاتور و روتور، یعنی اون چیزی که میچرخه و اون چیزی که ثابت هست، بدنه موتور، موتورهای برقی. بله، هم صدا هم ببینم برنامه، هم تصویر هست، هم صدا و هم داره ضبط میشه. امیدوارم حالا ببینم که بله اینجام داره ضبط میشه. یک دقیقه با ما باشید. و میگم ما امیدمون این بود که در تابستون کسی تماس بگیره اینترن بشه، ولی نشون میده دوستان جوان هم علاقه به تلویزیون‌های ایرانی ندارن، یا اونها هم به پیروی از خانواده هاشون دنبال پول هستن و خلاصه به هر دلیلی ما خودمون موندیم و این دستگاه ها، و الحمدلله تا امروز از پسشون بر اومدیم. حالا تا کی بتونیم این کار رو انجام بدیم نمیدونم. این ماجرای زندان ها که آدم نمیدونه دم خروس رو باور کنه یا قسم حضرت عباس، وقتی که من داشتم دنبال این اسم میگشتم که شهرام امیری کیه، شهرام احمدی کیه، دوتاشون چرا اعدام شدن، اینها ویدیویی رو دیدم از آقای شهرام احمدی، این بار نوشته آخرین مصاحبه شهرام احمدی قبل از اعدام،
و گویا اون خبرنگار وایس آف آمریکا هست، آقای عباس عباسی که کردم هست، این باهاش مصاحبه کرده و بهش هم میگه ما اینو نشون نمیدیم مگر که حالا یه اتفاقی بیفته، منظورش همینه که مگر این که دیگه بعد از چیز باشه. بله من نمیدونم شاهین یا شاهین، این فکر میکنم شاهین، دوستان اگر شاهین هستید بنویسید SH A بزرگ یا دو تا A که به عنوان آ خونده بشه. خب اگرم شاهین هستید که بر وزن مهین همون SHA درست هست. خب اینم اشکالای تفاوت زبان فارسی با زبان انگلیسی هست، ولی اون چیزی که مهمه من بهتون خوش آمد میگم و شما هم لطف کنید دوستانتون رو در جریان بذارید. امروز برنامه آقای یادم باشه خودم این برنامه رو روی فیسبوک خودم هم بذارم. بله بیاین توی مردم تیوی، ما که به دوستان میگیم اینو شیر کنید، خب خودمونم این کار رو انجام بدیم اقلا، اینقدر به مردم نق نزنیم بگیم اینجور اونجور راجع به بله your own timeline. بسیار عالی، اینجا می نویسیم که سوربی با مردم لایف، سوربی با مردم لایف، بسیار عالی. پست، این کلمه پوستر تو ایران یاد گرفته بودیم، بعدن حالا فهمیدیم یه چیزی رو که میچسبونن یه جایی میگن پست، نصب کردن، اون کلمه پوستر هم از اونجا اومده بوده. این کلمه پست و اینها هم از همون فرستادن، نصب کردن اینها آمده. در صورت خیلی خوبه که آدم ایستا نباشه، در لغات رو به فرهنگ خودش نبنده، پویا باشه، بذاره لغات دیگه در فرهنگش بیاد ازشون استفاده کنه، به این وسیله کامیونیکیشن یا ارتباط برقرار کردنش با افراد ملت‌های دیگه به اصطلاح کشورهای دیگه آسان‌تر میشه. این هم از این ماجرا. و اما ماجرای شورای ملی، پول جمع کردن، سر صدا کردن، خیلی ها بهش گفتن شوربای ملی چون یک آش شل قلم کاری بود و اینها. بعد آقای فخرآور آمده گفته اصلا این شورای ملی رو من به یه اسم دیگه درست کردم به نام کنگره ملی. آقای رضا پهلوی ترسیده گفته نه، کنگره یعنی ما میخوایم ایران رو براندازیم، بذارید شورا، آمده به اسم خودش گذاشته و بعد از انتخابات میگه و حتما این رو برید نگاه کنید که توضیح میده که اینها که 200-300 نفر بودن اصلا شورای ملی میدونه که فلسفهش اینه که ما میخوایم بریم تو ایران آزادی برقرار بشه، رفراندوم برقرار کنیم، انتخابات آزاد. اینو داشته باشید دوستان، به هر شعاری دل خوش نکنید. 200-300 نفر توی جای جمع میشن، حالا شما برید ببینید 200-300 تا ماجرا هست که هر کدومشون میگن آقا این دروغ گفته، این سوء استفاده کرده، این رأی های رو اینجوری. آقای فخرآور میگه که قرار بوده 30 نفر انتخاب کنن جزو به اصطلاح هیئت امنای والا، مقام بالا، حالا من نمیدونم 30 نفر، بابا یه دولت در 15 نفر هست، شما 30 نفر. حالا ببینید چی شده، میگه من نگاه کردم دیدم من 31 هم، بعد گفتیم بابا رأی ها رو بیاریم بشمارید و اینها، ایشون پنجم بوده، جابجاش کردن، قاچاق کردن. تو رو خدا دوستان کج بشینی ولی راست حرف بزنی. اینا میخوان برن 80 میلیون ایرانی رو آزادی بدن، اینا میخوان برن رفراندوم برای من و شما برقرار کنن، اینا میخوان برن رأی گیری آزاد رو راه بندازن. دیروز یه ایمیلی برای من اومده بود که در فلان اتاقه که پلتاک دوباره یه مشتی آدم بیکاری مثل من جمع میشن. من هم آرزوی خودم رو نوشتم من آرزو میکنم که ای کاش در زمان خمینی هم این پلتاک و فیسبوک و یوتیوب و اینها بود و خمینی هم تو این اتاقای پلتاک با دوستاش حرف میزد و بعدم میرفتن یا کافی میخوردن یا چای میخوردن یا عرق میخوردن، هر کسی به خواسته خودش، و میگذشت. یه آقای برداشته نوشته که نمیدونم والا حضرت سوربی، گفتم اولا والا حضرت خودت هستی و پدرت هست و مادرت هست، چون این والا حضرت توهینه، آدمای بیکار، آدمای تنبل، آدمای مفتخور. بنده از 11 سالگی کار کردم،
تا امروز هم 60 سالمه و افتخار میکنم. در هر صورت شما نظرتون چیه؟ آیا شما آرزو نمیکنید که خمینی و قطب‌زاده و سازگارا و بنی صدر و یزدی و اینها هم توی این اتاقهای پالتاک گیج و ویج همینجوری داشتن دنبال خودشون میگشتن، به جای اینکه سوار هواپیما بشن بلندشن بیان ایران و توی 10-12 روز یه دفعه کشور رو در دست بگیرن؟ آخه اون احمقی که برای من برمی داره این رو مینویسه که میگه والا حضرت سربی، شما شعور نداری، شما حتی از جمهوری اسلامی بدتر عمل میکنی. آقا آرزو داشتن یعنی یه چیزی که تو مغز منه، من از آرزوم هم نمیتونم حرف بزنم. اون وقت شما میخوای بری تو اتاق پلتاک برای ما آزادی بیاری؟ همه تونم تو همین اتاقای پلتاک یکی پس از دیگری، نمیخوام بگم سقط بشین، میمیرید. چون معمولا خانواده هاتونم پولا رو خوردن، شهرداری های محل باید پول خرج کفن و دفنتون رو بده. اینم از و اما برگردیم به شورای ملی. شورای ملی جدیدن یه آقای به نام مهدی خسروی که من نمیدونم ایشون چند تا اسم داره، اتفاقا ازشون دعوت کردم که بیان اگر به اصطلاح آزاد باشن اینا صحبت کنیم، چون پلیس ایتالیا گرفتتش و خواسته بدهش به پلیس ایران و بعد برش گردوندن و از این بازیای نمیدونم والا شامورتی بازی اون وقتا میگفتن. این آقا اسم خودش رو گذاشته یاشار پارسا، بعد اسم خودش رو گذاشته گمنام گمنامیان، بعد اسم خودش رو گذاشته گمنامیان یاشار پارسا. در هر صورت برید بخونید ببینید نزدیکان آقای رضا پهلوی کیا هست. اون روز من والا خیلی صادقانه مخلصانه با یک خانمی که طرفدار حکومت پادشاهی و سلطنت هست تماس گرفتم. این بنده خدا اصفهانی باش اون لهجه شیرینش خیلی اونم صادقانه گفت که سواد نداره و شوهر ایشون بهش میگفته که چقدر این اعلی حضرت و پدرش خدمت کردن و اینا. یه دوست دیروز زنگ زد به من حدود یه نیم ساعت، هرچی منم بهش گفتم من باید برم الان توی واشنگتن هستم، بذار من یکم این دوربین مال فیسبوک رو تنظیم کنم که همه نوشته پیدا بشه. بله و به ایشون گفتم باید برم، هی ما رو گرفته بود اینها، میگه آی سوربی من توی این زرنگی شما موندم. گفتم والا این چه زرنگی که من خودم خبر ندارم. گفت نه شما دروغ میگی خبر نداری. گفتم خب آقا بگو ببینم، شاید خودم خبر داشته باشم. گفت شما با یه مهارت خاصی اینایی رو که اگر یه کسی 10,000 دلار بهشون بده نمیان آبروی خودشون رو ببرن، شما بدون پول مجانی با پای خودشون میارینشون اینجا، خودشون آبرو خودشون میبرن. اولا نشون میدن بیشتر بیسوادن، دوما نشون میدن که هرچی شما میگی خب اگه این خوب بوده 57 سال خوب بوده، چرا ما بعد از 57 سال یه ملت احمقی داشتیم به قول شما که میگید انقلاب کردن چون احمق بودن؟ جوابی ندارن، چون مغز ندارن که فکر کنن. من با آقای غلام حسین مصباحی یا یادم رفته میخواستم مصاحبه‌ای بکنم و ایشون یکی از طرفداران جمهوری اسلامی بود. بعد برنامه‌م این بود که به این آقا بگم آقا شما از خوبی‌های جمهوری اسلامی هر چی می‌خواستی بگی گفتی در تلویزیون‌های کالیفرنیا، من می‌خوام از شما که طرفدار جمهوری اسلامی هستی بدی‌هاشو بپرسم. بالاخره هر سازمانی هر دولتی اگر سرشار از حسن و خوبی‌ها باشه بالاخره چند تا عیب داره و اون برنامه هم احمق‌هایی مثل این کلمه احمق بد نیست دوستان، گاهگاه استفاده کنید. آقای بهبهانی، آقای جلیل بهار با اون به اصطلاح شور حسینیشون اون برنامه رو خراب کردن و این کسی که به پای خودش بلند شده بود آمده بود اینجا، البته به خرج تلویزیون رنگارنگ، رو نگذاشتن ما از زبان خودش سوال کنیم آقا اشکال این چیز چی هست. و اما ما چند روزی هست که برنامه‌های آقای محسن نادری نژاد رو داریم نشون میدیم. ضمناً یه تلویزیون آزمایشی هم راه افتاده به نام چرازنین.com. حسنش هم اینه که این اسپلینگش و اینا
اسپلینگ. اسپلینگ اینا اشکال ایجاد نمیکنه، چون چیزی نداره که شما بگی چرا اینو با این بنویسید چرا اونو با این بنویسید. چرا مینویسید سی اچ ای آر ای، این چرا زنینم زی ای ان آی ان، چرا زنین. بعد برنامه ها رو دارم آزمایش میکنیم. آقای محسن نادری نژاد قرار شده با جی ال وی صحبت کنه، نگاه به دخلش کنه، نگاه به اصطلاح جیبش کنه، دخل و خرج و اینها رو بسنجه، ببینه برنامه و برنامه بذاره تو تلویزیون مردم، تلویزیون خودش رو راه بندازه، یا ایشون هم بره اسیر جی ال ویز بشه و هر برنامه ای رو اول برای اونا بفرسته، اجازه بگیره. اگر مهر زدن این مهرا، من یاد اون گوشتای میندازه که قصابی ها میفروختن، یه مهر آبی اداره بهداری باید دم کنه چیزه میزد روی لنبه اون به اصطلاح گوشت و اینها. صحبت از گوشت شد، من امروز صبح برای آقای منصور اوسانلو نوشتم، آقای اوسانلو این فراخانی که شما نوشتید زندانیان که بیرون هستند بیان بریم دم زندان اوین، من رو به یاد سلاخونه میندازه و بره و گوشت و اینها. مثل این میمونه که شما بگید آهای برهایی که هنوز زنده هستید نوبتتون نشده ببرنتون سلاخونه، بیاین بریم سلاخونه اعتراض کنیم برای اینکه اون برهایی که اون داخلن بخوان بکشن. در مثل مناقشه نیم، منظورم این نیست که اونها بره هستن یا چیز، منظورم اینه که بلد نیستیم به کجا مراجعه کنیم، به کجا اعتراض کنیم. آخه شما میرید دم زندان اوین به اون زندانبان اعتراض میکنی؟ واقعا آقای اوسانلو چه به اصطلاح نتیجه‌ای داره؟ نمیدونم. در هر صورت من هر چی فکرش میکنم میبینم که این آخوندا چقدر موزی و پدرسوخته که شیطون رو درس میدن. این کمپوزیسیون ما چقدر فکر میکنه داناست و هممون میبینیم که نادانه. امروز آقای علی شیرازی برای من فرستاده که بعد از اون 400 میلیونی که آمریکا داده به ایران، بیش از یک میلیارد خورده دیگه پول دادن. حالا شما ببینید نه چقدر یواش قشنگ پولا رو گرفتن. بعد یه جایی هم توی این ویدیوهای آمریکایی من دیدم میگفت که این 400 میلیونی که اون موقع گرفتن حالا شده 1 میلیارد و فلان به خاطر سودش، که من فکر نمی کنم توی 30-40 سال اینجوری. البته میدونید که شما مثلا 200,000 دلار قرض میکنید از بانک برای یه خونه ای، توی 30 سال وقتی که اون پول رو پرداخت میکنید فکر کنم نزدیک 1 میلیون دلار شما به اصطلاح به جای 200,000 دلار پرداخت کردید. اینم از این. در صورت منتظر هستیم آقای مهدی خسروی تماس بگیره ببینیم این ماجرای دستگیری ایشون در ایتالیا چی بوده و ماجرای سیگار و سیگار فروختن و قاچاق سیگار و اینها چیه. خیلی ها نوشته بودن که خب آقا رضا پهلوی هم وقتی عمش اشرف پهلوی در کار قاچاق هروئین بین المللی بوده، خب این بنده خدا حالا دیگه ممکنه هروئینی نباشه ولی سیگاری و در حد سیگار بالاخره اونم یه کاری میکنه. نمیدونم آقای رضا پهلوی هم اگه بخواد میتونه بیاد اینجا صحبت کنه و اون هم طرف خودش رو بگه. فخرآور درباره انتخابات شورای ملی و کلک و به اصطلاح تقلب گفته و چیز برنامه‌ش هم به اصطلاح تیتر برنامه‌ش این بود شورای ملی ایران در دام وزارت اطلاعات. اونم گفتم گمنامیان مهدی خسروی یاشار پارسا در رابطه با سیگار، اینم خیلی جالبه. و اما نامه دکتر عباس خوانده شود، تصادفات اشتباهات پزشکی، برای خودم هم نوشتم واو. دکتر عباس یکی از اونایی که سالهاست از تلویزیون مردم حمایت میکنه، من از این بابت از ایشون ممنونم و با وجودی که خودش سالهای سال تبابت کرده الان مریض هست، بیمار هست و احتیاج به طبیب و تبابت و پزشک داره و الان مینویسه که چه ماجراهای کثیفی در سیستم پزشکی آمریکا هست و ایشون من ازش خواهش کردم که بیان
به اصطلاح صحبتی داشته باشیم، گفتن حالشون خوب نیست. حالا بعد ممکنه با تلفن یا با اسکایپ مثلا با هم یه صحبتی داشته باشیم. ایشون نوشتن که جناب سوربی، من دوستان را فراموش نکردم، شاید دوستان ما را فراموش کردند. در عرض 6 ماه گذشته که جراحی بزرگی داشتم، مثانه و غده پروستات را برداشتم و مدت جراحی 6 ساعت بود که تحمل کردم و زنده ماندم. خداوند هیچ انسانی را چه در ایران و چه در آمریکا، خودشون تو پرانتز نوشتن تجربه 42 ساله و یا شاید بیشتر خودم در آمریکا دارم که دکتر بودم بعدن مریض شدم، خلاصه مراقبت و پرستاری بیماران از ایران بدتر نباشد بهتر هم نیست، و اگر بهتر باشد به مقدار خیلی کمی، و این تجربه 7 روزه من بود که پس از عمل جراحی در بیمارستان بزرگی به من گفتن اسم اینو نگو، البته باید اول می نوشتی، که در مرکز پژوهش سرطان در شهر فلان بود. بگذاریم، لطف کردن نوشتن ایدی شما دیر شد ولی ارسال کردم، از این بابت ممنونم. بعد نوشتم که این که بگویم 67% ورشکستگی در آمریکا بابت پرداختن مخارج طبی و پزشکی مردمه. میگن که با عرض ادب و ارادت دکتر عباس، میتوانید نامه مرا شیر کنید، ولی اسم اون بیمارستان رو خوب نگفتم. تلفن خود را بفرستید، اگر تلفن نزنید و جوابی داده نشد مایوس نشوید و پیام بگذارید، چون ممکن است مشغول پانسمان و یا عوض کردن به اصطلاح چیزها همی در رابطه با جراحی باشم. ایشون لطف کرده با همی حالش بنده خدا 3 صفحه برای من نوشته. البته معلومه که تو 2 تا فاصله نوشتن، یه وقتی حالشون خوب شده نوشتن، نامرم گذاشتن، بعد نتونستن پست کنن دوباره نشستن نوشتن و هر دو رو با هم پست کردن. به این خاطر من 2 بار از شما ممنونم، یکی این که 2 تا نامه نوشتید، یکی این که 2 تا پول فرستادید و حمایت کردید، یکی ایدی برای خود من، یکی هم حمایت برای تلویزیون مردم. پس میشه گفت ممنون و متشکر. این نامه را در فاصله چند روز یا 1 هفته نوشتم و عذر میخواهم از این وضع. من قبل از اینکه به دانشگاه طب شیراز بروم، ژورنالیست و یا ستوندار روزنامه و مقاله نویس در خراسان بودم، روزنامه خراسان و روزنامه آفتاب شرق در تهران، 2 بار در روزنامه کیهان و 2 بار در روزنامه کوچک آماری به نام روزنامه خدنگ مقاله می نوشتم. در ژورنال روح سالم بیمارستان روانی دکتر سلامی در شیراز هم مقاله نوشتم. من شاگرد دبیرستان استاد دکتر شریعتی مجنیانی بودم. دکتر شریعتی شاگرد دایی من، خب اگه اینا رو بخونم دیگه معلوم میشه شما کی هستی. در صورت تیوی لسان، افرادی پشت تیوی سالها پیش که گاهی تماشا میکردم مزخرفات عجیبی درباره دین دکتر شریعتی و اسلامی بودن او میگفتن. بهترین شاهد من مقاله است که محمود دلخواسته، من با آقای دلخواسته مصاحبه کردم، اتفاقا فکر میکردم ایشون اسمش دلخسته است، چون وقتی با اسم فارسی تو با انگلیسی مینویسی معلوم نیست که، بعد ایشون من گفت دلخواسته است. نوشتن مقاله است که محمود دلخواسته در روزنامه یا مجله‌ای که اسمش یادم نیست درباره دکتر شریعتی نوشته و یا به سرایان بی سواد مش عباس میلانی دکتر جلال متینی رئیس شدن 1 روز در دانشگاه فردوسی مشهد. بازم ارادتمند دکتر عباس، فقط کافی است، بله اون چشم. و در ضمن نوار روز 25 جولای 2016 را گوش دادم، متاسفانه به خاطر سرمایه داری که وارد محیط پزشکی آمریکا شده میزان مرگ و میر بالا رفته. از طرفی باید بگویم امروز آمار دانشکده پزشکی هاپکینز بالتیمور آماری میدهد که 3rd عامل مرگ و میر در آمریکا
اشتباهات پزشکی اولین عامل مرگ و میر بیماری قلبی و دومین عامل مرگ و سرطان، مرگ ویروس سرطان است. نمیدونم در قدیم سومین عامل در آمریکا تصادفات بود، ولی حالا جایش medical error. medical error یعنی اشتباهات پزشکی گرفته است. شرح حال ذکر آقای رازی که از سال 1984 بودم در برنامه ذکر نکردید. به طور کلی حال من خوب نیست و خدا میداند تا چند وقت دیگر زنده خواهم ماند، ولی غم و غصه نمیخورم و دست از مطالعه بر نمیدارم و تفکر من برای فردایی درخشان است که بدون تصور از یک سرطان. جناب آقای سوربی عزیز، نمیتوانم در برنامه زنده اسکایپ شرکت کنم، شاید در آینده، چون صبر و حوصله و تمرکز روحی لازم است. در ضمن بله 100 دلار نقد فرستادم که روزی یک بار این نه دیگه اونو نگید اگر بله و دوره روزی سه بار دست و پایش را بله ارادتمند دکتر عباس. مرسی، ممنونم دکتر عباس عزیز. حالا اگر شما واشنگتن آمدی سری به ما بزن، اگر من آمدم فلوریدا این بار قول میدم که حتما بیام اونجا تو شهری که هستید ببینمتون. این هم از دوست خوبمون دکتر عباس. ساعت 2:30 هست، بذارید من باز اینجا ببینم چه چیزایی نوشتم. نامه دکتر عباس خوانده شود. دوستان خیلی خوبه که آدم برای خودش یادداشت بنویسه، هی نگه من یادم میمونه و اینها. تصادفات اشتباهات پزشکی خوندم، شهرام امیری مأمور سه جانبه رو گفتم، بعد گویا من اشتباهی گفتم شهرام احمدی. ناراحت نباشید، هم شهرام امیری رو اعدام کردن هم شهرام احمدی. میدونید که اوایل انقلاب میگفتن آقای کلخالی خیلی‌ها رو به اشتباه اعدام کرده، بعد گفتن بابا این نبوده. من یادمه حتی اون صاحب کفش ملی گویا به جاش برادرش رو اعدام کرده بودن، که بنده خدا اون آقای ایروانی اگه اشتباه نکنم میگفتن تا آخر عمرش هم یه مقداری ناراحت بوده که چرا مثلا برادرش رو چیز کردن، ولی اینها میگفتن خب اگه ما اشتباهی اعدام کرده باشیم طرف میره تو بهش. حالا شما ببینید سر کار ملت با کیه. خانم نیر دوست عزیزمون نشته های سوربی، شما اون روز درباره دوستی که به شما گفته بود منظور آقای موسوی 10 سال اول انقلاب نبوده، بلکه منظورش 2-3 سال اول انقلاب بوده، و شما داشتید چونه میزدید که بابا 2-3 سال هم خوب نبود، فقط 1 سال اول بود. عزیز من 1 سال اول هم خوب نبود. آقای خمینی از 24 بهمن شروع کرد به کشت و کشتار و جنایت، و میبینید که خود آقای منتظری هم حتی گفته که من تا دم در جهنم با خمینی رفتم ولی به عقب گرد کردم، و منتظری در اون نواری که پسر منتظری به اصطلاح پخش کرد و گفت نوارهای دیگه ای هم هست، ولی فوری مثل که خواستنش به داستانی و اینها و ازش تعهد گرفتن که این کار رو نکنه، توهین به امام و فلان اینا. ببینید اینا کیه. خب آخه آقا اگر اون موقع میگفتن توهین به شاه یکی دستگیر میکردن، شما میگفتید آقا این کیه، آدم میتونه به خدا هم توهین کنه. حالا شما توهین به امام نکنید، توهین به رهبر نکنید، توهین به این آخوند نکنید، توهین به اون آخوند نکنید. خلاصه فعلا دهن پسر آیت الله منتظری رو بستن. و اما درباره آزادی بی قید و شرط امکان پذیر هست یا نیست، در صفحه آقای یزدان خدابندلو بهتون نشون میدم. آقای یزدان خدابندلو خیلی میگه در برنامه من به اصطلاح اطلاعات و اینها رو نشون نده، و من باورم بر این هست که با تصویر باید با مردم در تماس باشن. برعکس ایشون من فکر میکنم که تلویزیون رادیو نیست، و تلویزیون برای اینکه خسته نشه افرادی که نگاه میکنن باید تصویر نشون داده بشه. این وبسایت، این فیسبوک آقای خدابندلو هست که چون من در برنامه ایشون نشون نمیدم الان به شما نشون میدم، و این نوشته ای رو که گذاشتن و من ازشون خواستم که یه وقتی در این باره صحبت کنیم، و ایشون
لطف کرد برنامه امروزش رو اختصاص داد به این موضوع، برای شما میخونم که دیگه در برنامه ایشون نخواهیم بخونیم. ببینید دوستان، اینجا نوشتن الزامات مدیریت گروه در فضای مجازی. خیلی هم جالبه، سه تا عکس گذاشتن، یعنی سه تا علامت گذاشتن. نوشتن ادمین اول که خیلی چاق و توپله مثل من، ادمین دوم سوم که ادمین سومی لاغرتره، که منم زیرش به شوخی نوشتم چرا همیشه نفر اول چاق و توپلی هستن. بعد نوشتم از شوخی که بگذریم، این اساسنامه شما از ساواک و وزارت ارشاد و اطلاعات آخوندها مشکل تر است. اگر مایل باشید، که به اشتباه نوشتم میل باشید، اگر مایل باشید با هم گپ میزنید. ایشون هم نوشته برادر جان، همیشه به حکم ضرورت شما که مؤسس سلسله ها بزرگتر از دیگران بوده. من تلاش کردم ادمین ها و تشکیل دهندگان گروه های فرهنگی سیاسی و اجتماعی در فضای مجازی را دعوت به انعطاف و نرمخویی کنم و به اصطلاح متذکر شوم که گروه فرهنگی سربازخانه نیست و شما هم می توانید بند بند مطلب را به چالش بگیرید و انتقاد کنید تا گفتگوی جالب داشته باشید. اولین انتقاد، امیدوارم امروزم بتونن نگاه کنن برنامه منه، چون بعد از برنامه اون روز براشون توضیح دادم که چگونه روی فیسبوک برنامه ها رو ببینن. اولین انتقاد همینه، شما خودتون دیگران رو به نرمخویی تشویق میکنید، ولی ما بارها دیدیم چه از دوستمون که در رادیو تلویزیون ایران کار میکرده و نوار میفرسته، اعتراض نه انتقاد از شما میکنه، چه اون دوستان دیگه آقا رضا و اینها رو شما چگونه انداختید بیرون، و چه آقای فاطمی، آقای مانتی فاطمی خیلی قشنگ اعتراض کرده بود، انتقاد کرده بود شما یه مقداری هم نرمخو نبودید، هم از سربازخونه بدتر عمل کردید و نمیدونم. در حقیقت همین باید به همدیگه بگیم، تعارف نکنیم. من نگم حالا چون آقای یزدان خدابندلو اینجا برنامه داره هر چیزی اون گفت من ساکت باشم، یعنی اون شرف و وجدان و انسانیت آدم باید باشه. اتفاقا برعکس این آقای نادری نژاد که میگه گوینده تلویزیون نباید بذاره بینندش بفهمن مرامش چیه، من با این کار واقعا مخالفم. شما استخدام تلویزیون نشدید که یه خبری رو بدن دستتون بخونید. شما هنرپیشه سینما نیستید که یه پولی بهتون داده باشن یه نقشی بازی کنید. شما خودتون هستید و اومدید نظر خودتون رو به دوستان بگید و این متاسفانه باز از اون تلویزیون های دولتی سرچشمه میگیره که این باید یک چیزی مثل اولولک، یک چیزی مثل مترسک سر مزرعه باشه و از خودش هیچ رأی و عقیده‌ای نداشته باشه و افتخارشون اینه که هیچ کس نفهمه اینا طرفدار چه سیستمی هستن و چه حکومتی هستن. آقای یزدان خدابندلو، دوستان روی فیسبوکشون برید نگاه کنید، چون من امروز اسم ایشون رو فقط می‌نویسم، ایشون گفته شماره تلفن نمیخوان، ایمیل نمیخوان، صفحه فیسبوکشون رو نمیخواد نشون بدید و فکر کنم ایشون برنامهش اینه که اگر یک کسی مایل باشه خب میره توی فیسبوک اسم ایشون رو میزنه پیدا میکنه و یه جورایی هم حقیقتش راست میگه دیگه. ما مثل گنجشکی که یه چیزی رو میره پیدا میکنه و اون رو میاره برای بچه‌هاش تو دهنشون میذاره، ما نباید اینجوری عمل کنیم، یه مقداری باید مثل دانشجو عمل کنیم. ایشون میاد حرف میزنه، شما به عنوان دانشجو حقیقت جو میرید دنبالش. ایشون میگه الزامات مدیریت گروه در فضای مجازی و خصوصیاتی که ادمین و همکاران باید داشته باشن. دوستان من این مقاله رو میارم اینجوری پایین، شما ببینید این مقاله چقدر طولانیه. ببینید نمیدونم، چون متاسفانه اینجا نقل کاغذ آچار و اینا نیست، فکر کنم 8 در 11 رو تو ایران ما میگفتیم آچار، 8 inches در 11. بعد من حالا میگم توی قسمت برنامه ایشون میخوام از ایشون سوال کنم. اولا فکر میکنم این دوستان فلسفه فیسبوک رو عوضی برداشت کردن.
فیسبوک پیدایشش شما برید نگاه کنید سال 2004 اگه اشتباه نکنم، چون من تلویزیون مردم رو 2003 تأسیس کردم، سال 2004 این آقای جوانی که با همکلاسیاش میخواستن یه جایی درست کنن که به هم نخوان تلفن بزنن. اون موقع تلفن اینا به این صورت زیاد نبود، روی اینترنت، چون دیگه دانشگاه ها شروع کرده بودن. من یادم دو تا بچهای من 2003 و 2007 فارغ التحصیل شدن، اون موقع اینا اینترنت داشتن، نه اینترنت ها دوستان. اینترنت یه چیزیه به اصطلاح فست‌تر از اون اینترنتی که با تلفن و اینها بود، بماند داخل چیز نشه. این بچه‌ها توی دانشگاه همشون هم مال هاروارد بودن، توی دانشگاه گفتن یه جایی درست کنیم بتونیم از تا از همدیگر رو پیدا کنیم، دوستای مدرسه‌مون رو بتونیم پیدا کنیم. به همین خاطر اسمش رو گذاشتن فیس صورت بوک، کتابی که عکس توشه. حالا اگر بر اثر مرور زمان شمایی که طرفدار جنبش هستید، شمایی که طرفدار یه فکر خاصی هستید، از این استفاده میکنید، نه اینکه دوستانتون رو پیدا کنید، طرفدارانتون رو میخوان پیدا کنید، این معنیش این نیست که اون به اصطلاح اون دلیل اصلی رو باید فراموش کرد. اینجا باید مثل یک سربازخانه باشه، یه سرگروهبان براش بذاریم، یه فرمانده گردان و گروهان براش بذاریم، بعد تازه کی میخواد تشخیص بده؟ شما کی هستید؟ من کی هستم که تشخیص بدم؟ بله، فیسبوک به من اجازه میده، میگه سربی اگه آمد با نام خودش یا با نام مردم تیوی یه صفحه‌ای رو باز کرد و بیش از 8700 تا الان 8600 تا روی این صفحه، 5000 تا روی اون صفحه آمدن، سربی برای که دیوونه نشه میگه من اینجا، شما اون چیزی رو که میخوای بفرستی من باید نگاه کنم، نمیخوای نیا، من باید نگاه کنم. ولی شما ادمین بذاری به ادمین بگی اینجوری، بعد اصلا این یه کار خیلی بزرگیه. 14 تا شرط، مثلا 13مش اینه: ادمین ها برای جلوگیری از پست های مستهجن که عموما از طرف سپاه اسرائیل، آقا به خودمون دروغ نگیم، اینا سپاهی نیستن، خود من و شما دو کلمه به هم بنویسیم، چهارمیش به فوش میرسه، چهارمیش به ریپورت کردن به فیسبوک میرسه. چرا دروغ میگیم به خودمون؟ دیروز این دوست ما زنگ زد از اداره بیمه و گفت که چرا پول بیمه خونتو ندادی؟ گفتم برای من ایمیل نفرستادی. گفت شما رو اتوماتیک پیمنت هستی. گفتم خب اگه رو اتوماتیک هستم چرا شما بر نداشتی؟ گفت تلفن ما خراب شده. بعد گفتم آقا تو هم مثل تلویزیون ها بگو که جمهوری اسلامی از کوبا آمده زده بهت. کل خندی. گفت بعد معلوم شده از کوبا نبوده و اینها. آقا این سپاه سایبری چه کار شما و من داره؟ چه کار کردیم ما که اینا بیان دنبالمون؟ نشستیم تو این اتاقای فیسبوک، 4 نفرم که میان یه مقاله ای رو ما نگاه کردیم، نوشتیم، خوندیم، خوششون آمده، یه انتقادی میکنن، میگن آقا اینجوری فوری فوششون میدیم و میزنیم و میبندیمشون، میندازیمشون بیرون، میگیمشون مگس، میگیمشون اینا وزوز میکنن، میگیم نکنید آخه بابا. بعد 14مش نوشتن که یه جاییش بود، حالا نمیدونم، یکی از همین شرایط ها، اگه کسی ادمین میشه حداقل، بله، ادمین ها هر روز که بر گروه نظارت میکنن، بر افرادی که پست میگذارن، حداقل یک لایک مرحمت کنن و از این شماره 11 است، و از کسانی که مطالب با ارزش و دست اول اشتراک گذاری میکنن صمیمانه تشکر کنن. بعد میگن خودشونم هفته 5 رو، آقا طرف استخدام میشه برای مثلا مأمور آتش نشانی، برای مأمور امرجنسی، این کلمه اورژانس فکر کنم تو ایران از کلمه ارجنت اومده، هر وقت خستش باشه، حالش گرفته باشه، دعواش شده باشه با شوهرش یا با زنش، زنگ میزنه سر کار، زنگ هم نمیزنه سر کار نمیره. اون وقت شما ادمینی که میخواد بیاد فیسبوکی و یه گروهی رو چیز کنه، شما بهش میگه حتما با روزی 5، آخه اصلا امکان پذیر نیست. شما قبل از اینکه اینو اینجا بذارید، آیا اومدید اینو با چند تا ادمین خودتون
در میون بذارید. شما اگه این کارو نمیکنید، یعنی به اون حکومت شورایی با مشورت کردن اصلا میونه ای ندارید. در صورت من برای ایشون نوشتم که خیلی ممنونم که برنامه‌تون رو اختصاص دادین به این موضوع که من از شما خواهش کردم، ولی امیدوارم پس از برنامه از من دلخور نشوید. ایشون هم نوشته که نمیشوم. حالا ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. خب دوستان عزیز، بذارید بریم سری بزنیم به این ماجرایی که اون روز برنامه آقای نادری نژاد ما پخش کردیم و دیروزم در طی برنامه بازپخششون که دو بار سه بار تا حالا پخش شده، تلفن‌هایی به من میزنید و من از همتون میپرسم بابا چرا با خودش تماس نمیگیری؟ شماره تلفن آقای محسن نادری نژاد که سالهای سال هست، ماشاءالله ایشون 76 سالش هست، من فکر کردم 62 سالشه. وقتی من میگه سوربی من از تو پیرترم، ولی میگه من روزی 8 تا 10 مایل راه میرم، ورزش میکنه 2 ساعت صبح و امیدواریم سالهای سال زنده باشه، بالای سر بچه‌ها و نواهاش باشه. در اصل شماره تلفن ایشون هست 503 267 0205. سعید عزیز ممنونم که از کالیفرنیا در رابطه با برنامه‌های ایشون نوشتی و بیشتر ممنونم چون آقای نادری نژاد درباره داریوش صحبت کرده بود و اون نوار سالها کهنه است، چون میگه 34 ساله تو ایران انقلاب شده، الان 38 ساله، میگه که داریوش شونیست است. این کلمه شونیست رو من اولین بار که شنیدم حقیقتش معنیش نمیدونستم. وقتی از این و اون پرسیدم دیدم اونا هم نمیدونن، روشون هم نمیشه بپرسن. آمدم و تحقیق کردم، یه جوری به خصوصی هم مینویسنش CHAU something اینجوری، معنیش اینه که من مثلا اگر شونیست باشم میگم مردا بهتر از زنا هستن، هر چیزی که خودم هستن هستم. اگه شونیست باشم میگم شیراز بهتر از تمام شهرهای دنیاست، ایران بهتر از تمام کشورهای فلان، ماشین اگه میخرم ماشین جی ام میگم ماشین جی ام بهتر از ماشین دیگه است. نمیدونم، میشه فکر کنیم که چی میگم بهش، به ایرانی چی میگیم، خودش رو بهترین میدونه، بال تافته جدا بافته، نمیدونم. در صورت آقای نادری نژاد توی برنامهش درباره آقای داریوش اقبالی خواننده ایرانی صحبت میکنه و میگه که به نظر ایشون داریوش شونیسته چون عکس با پسرش داره ولی با دخترش نداره. چقدر ممنونم از سعید که یه لینکی رو فرستاده، نوشته آقا بیا نگاه کن اصلا اینجوری نیست. اولا قبل از اون بذارید من براتون یه جوکی بخونم. الان که داریم به انتخابات 83 روز دیگه گویا به انتخابات آمریکا مونده، خدا کنینم تموم بشه نجات پیدا کنیم از این نامه های گدایی که هر روز میاد، یکی میگه 3 دلار بده، یکی میگه 5 دلار بده. اینا هم منو یاد این کمپوزیسیون میندازن که آقا شما به ما 20 دلار بده تا بریم ایران آزاد. یه دوستی برای من نوشته، این دوست خوبمون آقای رضای عزیز نوشته که اینجوری توضیح داده، نوشته که ایشون و همسرش وقتی که از فروشگاه آمدن بیرون دیدن که پلیس داره روی ماشین تیکت مینویسه، جریمه مینویسه و وایساد به پلیس گفت که بابا ما پیرمرد پیرزنیم، ولمون کن، چرا تیکت مینویسی؟ دید پلیس اصلا حرف نمیزنه، پلیسا بعضی وقتا همینجوریان، یا عینک هم میزنن اینجوری حرف نمیزنه. و گفت همینجوری که داشت مینوشت گفت من عصبانی شدم، بهش گفتم اسخول، حالا دیگه اسخول همه بلدید چی میشه. گفت که اونم بیشتر ناراحت شد، تیکت اولی که نوشت شروع کرد تیکت دومی مثلا توهین به پلیس، بعد گفت یه کلمه دیگه بهش گفتم، زنم اینجا ناراحت شد بهش گفت که شته، کل پو، کل خشک فلان، و گفت اون یه تیکت هم برامون نوشت مثلا تایرمون بده و اینها، برای ماشینه نوشت که تایرش بده و اینها. گفت همه اینا رو که نوشت بعد از 20 دقیقه خلاصه چندین تیکت گذاشت روی این ماشین. بعد گفت که پلیسه که راه افتاد رفت، گفت منم به زنم گفتم که این اتوبوس که میخوایم سوار بشیم آمد. حالا آدم فکر میکنه این که با ماشین بود، اتوبوس برای چیه؟ میگه نه، ما دیدیم این پشت ماشینه نوشته که من برای انتخابات 2016 آقای دونالد ترامپ رو میخوام،
ما هم دیدیم پلیس داره به این تیکت میده، رفتیم به این وسیله اذیت کردیم. این هم دیگه از این جوکای هست که بعد من برای یکی از دوستام که طرفدار هلری فرستادم، گفتم فکر کنم این کار خوبی باشه، گفت چه خوب، من الان تابستونم هست بیکارم، این کارا انجام میدم. و اما من برای دوستانی که برنامه هامو سالها هست میبینن و دنبال میکنن، گفتم و میگم که اگر در ایران مونده بودم فکر میکنم آخرش یا میرفتم اصفهان زندگی میکردم یا میرفتم شمال. چرا اصفهان؟ من وقتی دانشجو بودم رفتم نجف آباد و اردوی دانشجویی رو اونجا توی نجف آباد دو ماه سپری کردم و توی این فاصله از اون تمیزی و از چیز همه چیز اصفهان خوشم اومد. حالا هر کی هر چی میخواد بگه دربارش، من خوشم اومد. و بعدن که ازدواج کردم جنگ شد و جنگ زده ها اومدن شیراز و خیلی شهر شیراز شلوغ شده بود و اینها، به همسرم گفتم ما اگر اینجا موندنی شدیم میریم اصفهان یا میریم شمال. صحبت از اصفهان، اینجا نوشته که در برنامه اینجا اصفهان اولین فعالیت پویش مردمی، حالا من نمیدونم این پویش یعنی چی، فعالیت پویش مردم، سه شنبه ها بدون خودرو، یه روزی رو که سه شنبه هست اسم رو گذاشتن روز سه شنبه بدون اتومبیل در اصفهان. و اگه یادتون باشه توی اصفهان همیشه از قدیم هم دوچرخ سوار زیاد بود، با وجودی که اصفهان یه استان بزرگیه، خیابونای پهن و معروف داره، ولی دوچرخ سوار توش زیاد بود که حتی مسخره میکردن، به شوخی میگفتن اینها چون خسیس هستن، که به نظر من خسیس نیستن، آدمای حسابدونی هستن و خیلی هم خوبه. نوشته که دوچرخ سواری و پیاده‌روی جوانان و خانواده ها در مرکز شهر اصفهان به گزارش اتاق خبر، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان در برنامه اینجا اصفهان بیان کرد که اولین فعالیت پویش مردمی ترافیک سه‌شنبه های بدون خودرو است که در بعضی از خیابان های شلوغ مانند چهارباغ مسیر تردد خودروها مسدود می شود و تنها به وسیله دوچرخه و اسکودر می توان در این مسیر تردد کرد. این اسکودر همون موتورگازی های خودمون نیست، اینا بهش میگن اسکودر تو آمریکا. در هر صورت اگه قراره باید از فقط از وسایل نقلیه بدون موتور استفاده بشه. اینم میبینید عکسای جوانها و اینجا حتی خانمها، ولی دوچرخ سوار زن نمیبینن. در هر صورت اینجا دارن تابلوهای قشنگی رو درست میکنن و میکشن و تمیزی اصفهان رو. دوستان بذارید عکسها رو براتون بزرگتر کنم، دقت کنید. بله درسته که حالا این روز رو آماده کردن، ولی اصفهان از همون قدیم هم که من 3-4 سال قبل از انقلاب اونجا بودم شهر تمیزی بود. حالا یا مردمش تمیز نگه می داشتن یا شهرداریش نظافت می کرد، شهر تمیزی بود. اینم این دوچرخه های نو، احتمالا اینها مسئولین شهرداری و دولت هستن و چون همه دوچرخه های رنگ و یه شکل هست. و این هم می بینید که یه آقایی با دوچرخه با دخترش، که خب این کار غلطیه، بچه ها رو اینجوری سوار دوچرخ کردن بدون کلاه ایمنی و اینا اشکال داره. این ماشینا هم ماشینایی هست که اینجا توی گلف از چه استفاده میکنن، اینا معمولا ریچارجبل هستن، یعنی شما میزنیش توی برق چارج میشه و موتورش برقیه، نه سر و صدایی داره نه دود و فوتی. اینم آقا وایستاده که خسته نباشه، علامت دوچرخه، یعنی اونایی که با ماشین هستید نمیتونید بیاین این تو این خیابون و باید با دوچرخه بیاین. ما کم کم داریم به ساعت 3 بعد از ظهر به وقت واشنگتن، 12 ظهر به وقت کالیفرنیا، 9 شب به وقت آلمان نزدیک میشیم. اجازه بدید من اسکایپ رو روشن کنم و منتظر آقای یزدان خدابندلو باشیم تا با هم یک گفت و شنود. من به این برنامه گفتگوها باور ندارم، میگم گفتگو یعنی همش طرف میخواد خودش بگه، ولی باید گفت و شنود باشه. معروفه میگن ما دو تا گوش به همون داده طبیعت یا خدا و یک دهان، که دو برابر گوش کنیم، یه برابر صحبت کنیم، حالا نمیدونم یک واحد صحبت کنیم، دو واحد به اصطلاح گوش بدیم به دیگران.
بذارید من ببینم میتونم این نوشته سعید رو پیدا کنم درباره، بله سعید یه ایمیل کاملی هم برای من نوشته، خیلی ممنونم. نوشته I used to watch him، درباره محسن نادرنژاد، long time ago he was full of facts. میگه این درباره ایرانی ها حقیقت هایی رو میگفت، برنامه هاش پر از حقیقت بود درباره رسانه های ایرانی. بعد to give life advice، تا اونجایی که میرسه که میخواد به دیگران به اصطلاح راه نمایی کنه و اینها، اونجا دیگه من وایستادم نگاه نکردم. اتفاقا من دیشب داشتم یه رادیوی گوش میدادم، ساعت 7 خورده داشتم از منزل دخترم میمدم اینجا، پریشب صاعقه زده بود و اینها، و رفتیم یه سر بزنیم، گوش میکردم، دیدم یه خانمی که از شوهرش ناراحته تماس گرفت به این خانم دلایلا، همون خانم دلیله و سامسون یادتون هست، اینجا یه خانمی هست به نام دلایلا، خیلی موفقه تو کار رادیو، 5 ساعت روزانه برنامه داره از 7 شب به وقت ما تا 12 نیمه شب. و اون خانمه گفت و گفت و اینها، و به این گفت یادتونه روزنامه زن روز میگفت که شما بگویید چه کنم، یا بر سر دوراهی دختری هستم 89 ساله، خیلی خوشگل بودم، هرچی خواستگار اومد گفتم نه، حالا زشت شدم و فلان، اینها چه کار کنم. اونم میگفت خب دیگه صبر کن تا بمیری، چه میدونم چه کار. تعجب کردم که این خانم داره به اصطلاح فامیلی ریلیشن ادوایز میده، یعنی پیشنهادهایی به این خانم داد که اصلا اینا رو دکترای روانشناس و دکترای مسئول خانواده و اینها به اصطلاح هزیتیت کردن یه کمی، یعنی با اکراه به مردم میگن، ولی این خانم پشت رادیو، و من خیلی این خانم رو دوست دارم، اصلا برنامه گردان خوبیه، ولی یه جورایی از چشمم افتاد. در هر صورت سعید میگه که برنامه های آقای نادری نژاد، محسن نادری نژاد خوب بوده تا اونجایی که میمده حقیقت رو میگفته. در باره داریوش هم چون آقای نادری نژاد صحبت کرده، باز اینجا سعید یه وبسایتی رو فرستاده که اینجا عکس‌های داریوش با دخترش هست. بذارید ببینیم که بله اینجا هست، اجازه بدید کامرای 2 و اندازش رو هم من برات درست کنم. عکسایی که خود سعید گذاشته بود خیلی کاملتر و بهتر بود. اینجاست، بله حدود 10-12 تا عکس از داریوش به همراه دخترش، حتی میاد تا موقعی که گریجویت میشه و به اصطلاح حالا یا از دبیرستان یا از دانشگاه فارغ التحصیل شده. و به نظر من آقای محسن نادری نژاد در این باره توضیحی به شما بده کاره. بعضی ها میان میگن آقا تا اون موقع که من گفتم مثلا این عکس نگذاشته بود بعدن گذاشت، یا بعضی ها میان میگن که من دقت نکردم، اون موقع امکان دسترسی به اینترنت و اینها نداشتم و از این بابت عذرخواهی میکنم. عذرخواهی کردن به نظر من کار خوبی هست. آقای چمنارا هم لطف کردن روی تلویزیون مردم روی فیسبوک چیزایی نوشتن، ایشون یه مقداری مشکل داره هنوز با آقای صدرالاشرافی. من بهش میگم که ببین عزیز من، آقای صدرالاشرافی این میمونه که توی یک مؤسسه‌ای، توی دانشگاهی، توی تلویزیونی یه اتاقی داره صحبت میکنه، بله شما میتونی یه بار بری اونجا یه اعتراضی بکنی، ولی اگه هر روز رفتی جلسه اونا رو ریختی به هم، قانونن اینا میتونن شما رو از اونجا بیرون کنن، قانونن میتونن یک کاری کنن، دادگاه به شما بگه دیگه نزدیک این آقا نیا. حالا شما چرا این کارو میکنی؟ آقا این اونجا داره این کارو میکنه، شما برو نگاه کن. بذار من الان بهتون بگم که توی اون تلویزیونی که این کارو میکنه اینا مثلا چند نفر روی فیسبوکشون دارن، این که خیلی ساده است. ببینید 1944 تا اونجا هستن. خب اینجا که 8600 تا 8700 تاست، شما بیا اینجا بگو چیزاتو، چرا میخوای بری اونجا که بلاکت کنن، بندازنت بیرون، نمیدونم ریستریکشن اوردر برات بگیرن. در هر صورت ما اون چیزی رو که ایشون خواسته بود گذاشتیم،
خانم لیلا میلانی، دوستان دیگه چی نوشتن، ایشون هم جواب داده. آقای چمنارا شما تو این تلویزیون خوش آمدید، حتی برخلاف گفته های خود من اگه چیز بنویسید من نشون دادم که انقدر شهامت و جرأت دارم که هم بذارم دیگران ببینن، از این شهامت بیشتر دارم که اگر من اشتباه کردم بگم اینجا اشتباه کردم عذرخواهی کنم. دوستان اگر در حین برنامه من و آقای یزدان خدا بندلو چیزی روی این صفحه نمیبینید، دلیلش اینه که آقای یزدان خدا بندلو برنامه ما رو خودشه و اینجوری دوست داره و فقط گفته هر وقت من و شما دوتامون رو خواستید نشون بدیم شما میتونید بنویسید سوربی با مردم، نه سوربی با مردم نه، تلویزیون مردم مثلا 17 آگوست، این برم زیر اسم من بنویسید یزدان خدا بندلو. ایشون میخواد شما مغزتون به کار بیفته. اجازه بدید من هم از دوستان فیسبوکی برای یه دقیقه خداحافظی کنم، هم از دوستان به اصطلاح روی صفحه تلویزیون مردم تیوی، و دوباره ارتباطمون رو برقرار میکنیم پس از اینکه با آقای یزدان خداوندلو تماس گرفتن. این کار رو چرا من انجام میدم؟ برای که برنامه اینها مستقل بمونه، هم روی یوتیوب یزدان خداوندلو بایگانی خودش داشته باشه، هم روی فیسبوک، و در برنامه فیسبوک امروز روی صفحه یزدان خداوندلو هم شما میتونید این رو به صورت زنده تماشا کنید. اگر شما هم مایل هستید برنامه داشته باشید در تلویزیون مردم تماس بگیرید. بریم عوض کنیم، یه دقیقه دیگه با شما هستیم. مرسی. خب